یک غلط مستقر دوباره پدید آمده، دیدم همه جا استفاده میشه که ایرانی ها که کار تروریستی کردن. این غلط فاحشه، غلط رایج و خیلی همش استناد میکنن. میخوام ببینم شاپور بختیار و دستیارشو کی کشت جز سه نفر ایرانی؟ برادر آقای رجوی رو کی کشت؟ در سوئیس دکتر رجوی. در آرژانتین من یه عملیات تروریستی وسیله که به دستوری چه کسی صورت گرفت بود؟ اسامیشون که هست، اینا که تحت تعقیب پلیس هست، اسم آقای رفسنجانی هم توش، آقای ولایتی هم توش، بقیه هم هستن. کی قرار بود همین آقای جبیر، عادلت جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی که سفیر عربستان در آمریکا بود بکشه؟ یه ایرانی برنامه‌ریزی کرده بود. During the investigation of the Mykonos assault, news about a so-called death list comes out. In this list figure the crown prince of the Shah, the ex-president of Iran, and other politicians alongside with a dissident poet, cineast, satirist, and journalist. If such a list really exists, there must be an organized body to execute it. قصر فیروز سابق دست نیروی هوایی بود. حالا به اختیار سپاه در آمده. سپاه واحد برون مرزی رو در اونجا مستقر کرده. این واحد برون مرزی یکی از کاراش تهیه طرح‌های ترور است. شخصی به اسم ذوالقدر، معاون آقای رضایی، رئیس این واحد، نماینده آقای فلاحیان وزیر واباک میاد در این مثلا هیئتی که طرح رو تهیه میکنن شرکت. طرح وقتی تهیه شد میره برای اطلاع آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی. وقتی این دو نفر موافقت کردن، طرح قابلیت اجرا پیدا می‌کنه. ولی برای اینکه اجرا بشود سه تا امضا لازم داره: امضای آقای رفسنجانی، امضای آقای ولایتی به صفت اینکه وزیر خارجه است و عملا در واقع امضای آقای خامنه‌ای است، و همون آقای ذوالقدر. سه تا که امضا کردن، طرح میره به مثلا برای اجرا. سپاه، واباک و وزارت خارجه به اصطلاح اسباب اجرا رو فراهم میکنه از طریق سفارتخانه هایی که اینا دارن در خارجه، که سه مرکز برای اروپا، یکی در بوم، یکی در فرانکفورت، یکی در وین. اونجا یک شبکه بین‌المللی هم دارن، ایرانی و غیر ایرانی. مامورین غیر ایرانی سعی میکنن پیدا کنن برای اجرای طرحهایی که تروریستی که میخوام انجام بدن. برای اونا پاسپورت آماده دارن، جلب میکنن، در اختیارشون میگذارن، اسلحه هم در اختیارشون میگذارن، پول هم در اختیارشون میگذارن، خانه های تیمی غیر تیمی هم آماده دارن. اونا رو مثلا در اونجا مستقر میکنن تا انجام تر. بعد که تر انجام شد از اون کشور خارج میکنن میبرن. حالا وزارت خارجه مأموریت داره در صورتی که این اشکالی برخورد، مثلا کسی گیر افتاد، اون دیگه وارد میشه برای معاملات بعدی. همین کارو با فرانسوی‌ها کردن در مورد پرونده دکتر بختیار، با آلمان‌ها کردن در مورد اون داستان برلین که رو شد، با اتریشی‌ها کردن در بعد ده ها. چه کسی، چه گروهی عملیات تروریستی بیروت رو سفارش داد که 270 سرباز آمریکایی درش کشته شدن؟ من گزارش آقای دایی نبود؟ من سخنان شخص آقای رفیق دوست رو گوش نکردیم که هم سفارش داده بودن، هم سرمایه گذاری کرده بودن، در عملیات شرکت مستقیم داشتن. نمیدونم از کجا آمده که ما ایرانی ها در عملیات تروریستی هیچ شرکت نداشتیم. نه داشتیم، متاسفانه. این یه واقعیته. آقای دایی بفرمایید. خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. عرض کنم که ببینید، حکومتی که الان، همین الان اگه نبود بشار اسد نبود. دیدم کریستیان امانپور که هیچ بدی به حکومت تا کنون نکرده، یه مصاحبه که با جواد ظریف داشت عصبانی شد، گفت شما دارید از بزرگترین جنجانی
کنونی جهان بشار اسد دارید دفاع میکنید. اگه شما نبودید این همه کشتار نمیکرد. شما شریک جرمید. گریبان ظریف رو گرفته بود. واقعش اینه که جنایت که اینه کردن کمه. ببینید طنز تلخ و سیلی به ما ایرانی ها که نشستیم نگاه میکنیم چیه؟ این حسین موسویان سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود. این در سال 91 در زمان رفسنجانی به کمک همین رفسنجانی کمک کردن یه سری از گروگان‌های غربی که در اختیار حزب الله لبنان یعنی در اختیار جمهوری اسلامی بود آزاد کردن. یعنی یه پول کلون و معامله ای کردن برای اون جنایتی که کرده بودن کلی گروگان گرفتن بمانند. در همون ترورهایی که اشاره فرمودید بیش از 100 خورده ای رو جمهوری اسلامی در اون دوره که تا میکونس طول کشید رو ترور کرد. درست؟ میکونس و کاظم دارابی مگه نه که رهبریش وقته داشته ایرانی بود دیگه. بله کاملا کاظم دارابی. بله دقیقاً همین. کاظم دارابی ایرانی به کمک حزب الله لبنان. ولی مهم اینه طبق تمام گزارشاتی که بود سفارت جمهوری اسلامی در آلمان مرکز بسیار مهم لوجستیکی برای اکثر عملیات تروریستی در سراسر اروپا بود. نقش بیبدیل داشت. کی بود سفیر جمهوری اسلامی در اون موقع؟ حسین موسوی. ببینید طنز تلخ کجاست که به عنوان پژوهشگرشون تشریف بردن داره از آمریکایی‌ها از گروهی که در آمریکا بنیادی که خودشو مترقی و صلح طلب بوده پول میگیره به کاخ سفید بارها رفته در زمان آقای اوباما. طنزش اینجاست. مقاله نوشته همین مطلب که شما اشاره فرمودید رو گفته. ما ایرانی‌ها که تروریست انجام دادیم؟ آقا یقه خودتو بگی برو تو آینه بیست ببین در زمانی که شما سفیر آلمان بودی هم سفارت خونه خودت چیکار کرد؟ اینه که Moabit criminal prison houses four Lebanese people. Youssef Amin and Abbas Rayel, accused of direct involvement in the Mykonos killings, and Mohamed Atris and Atala Avad, accused of collaborating with them. They've been imprisoned along with their Iranian leader, Kazem Darabi. If he had not been arrested, there would have been no evidence of the Iranian regime in the crime. من که مدارک اونها رو ندیدم. منتها اولا مطمئنم که این نظر دولت آلمان نیست و ثانیاً رأی اصلی رو رئیس دادگاه و قاضی میده و در اون مورد هم من مطمئنم که هیچگاه دادگاه چنین ادعایی نخواهد کرد به خاطر اینکه از عدم دخالت خودمون اطمینان دارم. What he has not seen is the bill of indictment of the highest attorney general which was proclaimed on the 17th of May 1993 against four Lebanese terrorists and their Iranian leader. In this document Kazem Darabi is mentioned as an agent of the Ministry of Information and Security of Iran, Vevak, and as a member of the Islamic Revolutionary Guards, Pasdaran. Darabi's relations with the Iranian embassy in Bonn have raised many questions about the embassy's involvement. But how intensive were these contacts? چیزی به جز یک رابطه ای که تمام اتباع ایرانی با نمایندگی های سیاسی و کنسولی ایران دارن بیشتر از اون نه. این که گاهی اوقات مراجعه کنه به سفارت یا به سرکنسولگری ما در برلین که پاسپورتش تمدید بشه تجدید بشه. Aber es ist nun mal deutlich, dass zum Beispiel Herr Darabi als schon als Student immer wieder die Hilfe der Botschaft auch bekommen hat, wenn er in irgendeiner Schwierigkeit war. Wir haben einen Fall aus dem Jahr 87, wo Herr Darabi als Student Schwierigkeiten hatte, über dem Landweg nach, weil er keinen richtigen Ausweis hatte, nach Hause zu fahren. Und da hat die Botschaft sich sehr detailliert an die deutsche Bundesregierung gewandt und gebeten, doch Herrn Darabi besonders zu helfen und so weiter. Also er ist schon ein alter Bekannter dieser Botschaft. اینه که واقعا انسان باید بره بگه. از جمله در همون زمان چی کشته شد؟ آقای فرخزاد. کی فرخزاد رو کشت؟ دو تروریست اعزامی کشتن. ایرانی هم بودن. اتباع ایران هم بودن بعد فرار کردن برگشتن به ایران. And
popular showman and singer Fereydoun Farrokhzad from Bonn. He paid a heavy price for his reckless witticisms. His neighbors found his mutilated body in his bed. خیلی خوب میرقصم عزیزم. ها ببین اون زمان گذشت که فری باید برقصه. من برای ملتم میرقصم. آره عزیزم. برای اینکه به جان برای ملتم به جاشم وای میستم سینمو سپر میکنم. شما تو لوژاتون میشینی قربان. مشروبتون رو بخورین. زیاد ناراحت نباشین. بعد من مال چاره گمرکم عمو جان. چی با کی طرفی نگاه کن. خمینی نتونستی از پس زبون من بیاد تو میخوای بر بیای. نوشته که گوش کنین. نوشته که خداوند تبارک و تعالی 12 نوع از حیوانات رو که اول انسان بودن به خاطر فساد اخلاق فساد تبدیل به حیوان کرده. یک، اینو میگم بخونین. هست نوشته که یک، خرگوش زنی بوده است که پنهان از انظار یعنی یواشکی زنا میکرده، یعنی یواشکی خیانت میکرده شوهرش. مزخرف کامل، یعنی این Much blood has been shed, but now the eyes of the world are focused on three cases. The case of Bakhtiar. Jean-Louis Bruguière, the French investigating judge, mentions in his leaked out secret report that the Iranian minister, Ali Falahian, was directly involved in this murder. The case of Ghazem Rajavi. Despite the fact that French government put two accused persons out of reach of the Swiss justice authorities by letting them free at the end of 1993, the trial will proceed. And finally, the Mykonos case, in which the trial is still in progress and will at least take 2 more years. To what extent is the Iranian regime responsible for the assassinations of its dissidents abroad? If any one of these court cases does not yield a clear-cut answer, the way remains wide open for the continuation of a policy of state terrorism, extrajudicial executions, and holy crime. بنابراین این غلط رایجه متاسفانه، این باید اصلاح بشه. برخی دائما دیدم در رادیو تلویزیون از همین استفاده میکنن از این موضوع که چه ایرانی ها تو کار تروریستی شرکت داشتن. آی ترامپ